خانم آزیتای شیرازی عزیز، تا چه وجهی از این نکوداشت بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته؟ مهمترین مسئله این هست که با تمام مسائلی که الان دنیا باهاش روبرو هست و مشکلاتی که وجود داره، فراموش نشدن بزرگانی که باید مورد تایید و مورد توجه مردم قرار بگیرن و قلب هممون براشون میتپه. و این یک سال فاصله‌ای که به خاطر کرونا در اجتماع وجود اومد، خیلی ها نمیدونن چه بکنن، چه کار باید انجام بشه در همه زمینه ها. و شما با تمام مشکلاتی که هست، خوشحالم که این کمیتی تصمیم گرفته چنین کار زیبایی رو انجام بده و هنرمندی که سالها قلب همه ما مردم رو به خودش اختصاص داده، تپونده و بهش رسیده، امروز بتونه مورد توجه افراد قرار بگیره و بدونه که چقدر دوستش دارن همه. و فکر میکنم که بسیار کار قشنگی انجام دادید. دست گل یکایی که شما عزیزانی که این برنامه رو کنار هم گذاشتید و پوتی گدا کردین درد نکنه. سپاسگزارم از شما. و به نظر شما شایسته ترین شکل نکوداشت از صاحب نامان بزرگ فرهنگ و ادب و موسیقی با توجه به وضعیت کنونی چی هست؟ والا من شرایط دیگری رو فعلا نمیبینم که بشه انجام داد. این راه بسیار خوبی هست که اصلا ارتباط جهانیان رو به وجود آورده. از طریق زوم الان تمام کارها داره انجام میشه. خوشبختانه کارهای جهان، چیزایی که میشد انجام بشه از این طریق، زمین نماند و تونست انجام بشه. و چرا بزرگ داشت جز این برنامه ها نباشه که شما اون رو به خوبی انجام دادید. راه دیگری رو الان نمیبینم تا اینکه موقعیت فرق بکنه و امکانی که در سالن‌های بزرگ قرار بگیریم و گوشه از محبت این هنرمندان، این بزرگان رو به جا بیاریم، راه دیگری نمی‌بینم. سپاسگزارم خانم آزیتای عزیز. خیلی شکرم. ممنون از شما.